این یکی از شفاخانه های خصوصی در هرات است. روزانه تا 500 مریض به خاطر تشخیص و تداوی به این مرکز مراجعه می کنند. دکتران می گویند طی سالهای اخیر ظرفیت ها بلند رفته و امکانات خوبی در اختیار دارند، تا جایی که حتی پیوند کلیه و تعویض مفصل را هم انجام می دهند. تعویض مفصل زانو و تعویض مفصل ران و همچنین شکستگی هایی که برای حوصله یا لگن اتفاق می افته، اونها به شفاخانه مهربان انجام میشه. و همچنین جراحی های لایزری یا آرتروسکوپی زانو، چون فوق تخصص زانو دارم، اینها کلن به هرات به شفاخانه مهربان انجام میشه. ما انشاءالله به شکل تام 100% در زمان نه چندان دوره ای دار داشته باشیم که مریضام رو 100% نرم ببیرم. برخی از این شفاخانه ها بخش های عمده تخصصی و فوق تخصصی را ایجاد کردند و دکتران عملیات های پیچیده را انجام میدهند. کم کم روش تداوی در این شفاخانه ها با شفاخانه های کشورهای همسایه رقابت میکند. کارهایی که ما انجام میدیم فعلا همجوار یا همسایه خیلی خدماتی که در کشورهای همسایه انجام میده و ما در صدد از این هستیم که بتونیم که با به دست آوردن بودجه و دیگه سرمایه گذاری اقتصادی بتونیم بیشتر از این کار بکنیم. با این حال اداره صحت عامه هرات میگوید هدف آنها توسعه خدمات صحی است تا تمام مردم به این خدمات دسترسی داشته باشند. اما طبابت اخیراً بهتر شده و بخش‌های خصوصی با امکانات و ظرفیت خوبی مجهزند. یک سلسله مشکلاتی که در گذشته‌ها وجود داشت بحث خدمات تخصصی که اگه مریض‌ها واقعاً برای منظور رفع مشکلات که داشتن برای خدمات فوق تخصصی بیرون از کشور می‌رفتند. الحمدلله امروز در سطح ولایت هرات زمینه ارائه خدمات فوق تخصصی هم گام‌های بزرگی برداشته شده. بخش های یورولوژی یا پیوند کلیه، عملیات تعویض استخوان، تداوی سرطان ها و عملیات های لیزری نمونه های بارز هستند که فعلا امکانات تداوی آن در این شفاخانه ها وجود دارد. حمایت دولت هم لازمه، مردم هم باید حمایت کنم از متخصص ها و از دکترای و از کسایی که در این بخش هستن، باید حمایت کنم، دو جانبه حمایت لازمه. در حال حاضر حدود 100 شفاخانه و کلینیک خصوصی در کنار شفاخانه های دولتی هرات مصروف ارائه خدمات صحی می باشند.